با سلام و احترام خدمت شما عزیزان، من محسن مدنی هستم، گرافیست و مدرس نرم افزارهای طراحی و گرافیکی. در خدمتتون خواهم بود با بخش 23 از آموزش نرم افزار کورل. در قسمت‌های قبلیمو با بخش اعظمی از ابزارها، دستورات و تکنیک‌های این نرم افزار زیبا آشنا شدیم. در دو بخش گذشته هم با ابزارهای افکتیو این نرم افزار کار کردیم، معرفی شد و امیدوارم که تمرینات خوبی رو انجام داده باشید. در این بخش از آموزش من میخوام ابزاری رو خدمتون معرفی بکنم که این ابزار به نوعی وابسته است به دستوراتی که در مورد فیل و امکانات رنگ‌آمیزی این نرم افزار خدمتون گفته شد. امروز با ابزار مش آشنا خواهیم شد، مش فیل. این ابزار مش فیل به شما یک امکانی رو میده. به شما امکان میده که یک آبجکت رو بدون اینکه تیکه تیکش بکنید، بخش بندیش بکنید، یک آبجکت یک تیکه رو جاهای مختلفش رو به روشی که میخواین رنگ بکنید. استفاده های زیادی میشه در مورد موضوعات و آبجکت هایی که حجم و بعد دارن، مثلا میوه ها، سیب، مثلا فلفل دلمه ای، مثلا یه هندوانه میخواییم رسم بکنیم و میخواییم با رنگ آمیزی کردن اون حجم و بعد و اونجایی که مثلا نور خورده، اونجایی که سایه خورده رو میتونیم به راحتی اینا رو طراحی بکنیم و رنگ آمیزی بکنیم. حالا من برای اینکه راحت‌تر ارتباط برقرار بکنیم با این ابزار و این امکان رنگ‌آمیزی، یه کار خیلی ساده رو ببین با هم دیگه اصلا انجام بدیم و توی اون علاوه بر اینکه حالا ابزار رو معرفی می‌کنم، یه مقداری هم با روش کارش آشنا بشیم. خب من میام یک دایره رسم می‌کنم. حالا این دایره رو میتونم یه مقداری فرم بدم، شکل بدم، تبدیلش میکنم به یک منحنی، convert to curve، و بهش فرم میدم. این دوتا گره رو حذف میکنم، میام گره پایینش رو یه ذره جمع میکنم که بتونم این فرم حالت قلب شکل بهش بدم. اون قسمت پایینش رو میام یه دوتا گره اضافه میکنم توی این بخش ها و گره وسطش رو یه مقداری میبرم بالاتر که اون حالت انتها و پایین این مثلا سیب رو بتونیم بسازیم. خب زیادم متقارن نمیخوام کار بکنم، به هر حال معمولا این سیبا یه ذره اگه بخوایم خیلی طبیعی کار بکنیم یه طرفشون یه ذره بزرگتره، یه طرفشون پایینتره، یه حالت تقارن کامل نداره. اون قسمت بالاش رو هم برای اینکه این حالت تیز و شکسته اینجا رو در بیارم، میام از همین تکنیک استفاده. بسیار خوب. بیایم مثلا اون قسمت چوب و یه برگ هم واسهش درست بکنیم، بالاشو بد نیست. میام با یک مستطیل این مستطیل رو تبدیل به یک منحنی میکنم و حالا یه فرم این شکلی بهش میدم که این قرار مثلا اینجا مثل اون چوبی باشه که بالای این سیب قرار گرفته. حالا مثلا بیایم یه برگ براش درست بکنیم. یک مستطیل میکشم، منحنیش میکنم، این گره و این گره رو پاک میکنم. البته قبل از پاک کردن بهتره که همه‌شو منحنی کرده باشیم.
اینو یادم رفت انجام بدم. حالا شروع میکنم به فرم دادن این منحنی های بزیه. و یه شکلی مثل بگ رو براش میسازم. حالا بدم نشد. حالا مثلا اون رگ برگش رو بیاییم با هم کار بکنیم. شروع میکنم به مرتب کردن گره هاش که مثلا حالا این رگ برگی که توی این برگ قرار میگیره رو خوشگل درش بیاریم. ببینید بخش اعظمی از کارهایی که شما با این نرم افزارها انجام میدید همش تصورات و تخیلات شماست، همش به نوعی بستگی داره به اون چیزی که دارید تو ذهنتون نگاهش میکنید و این نگاه شما در وهله اول برمیگرده به اینکه اون موضوع رو نگاه کرده باشید، دیده باشید، توی ذهن و تخیلتون در موردش تصوری داشته باشید. حالا بعد دیگه میتونید توی ذهنتون رو یه مقداری تغییر بدید و ازش استفاده کنیم. بریم سراغ تنظیم کردن گره ها. خیلی مهمه که با این اهرم های کنترلگره این منحنی ها بتونید تمیز کار بکنید و اختیار اون منحنی و نودها تو دست شما باشه، خیلی کمکتون میکنه. خیلی خوب، ما این بگ رو هم اون رگ برگ هایی که رسم کردیم رو همه رو تبدیل به یک آبجکت میکنیم و میذاریمش اینجا. حالا توی زاویه ترتمیزتر نسبت به اون چوبی که براش کشیدیم. حالا نوبت رنگ کردن این آبجکت هم. خب ببینید شما وقتی که یک آبجکت حجمدار یا آبجکت مثلا مثل سیب کروی رو نگاه میکنید، هرچی که به سمت شما باشه روشنتره، هرچی که عقبتر میره تیره تر میشه. خب ما برای این منظور میایم اول خود آبجکت رو یه مقداری آبجکت تیره رنگ تر ایجاد میکنیم، میسازیم. خب من بیس رنگم مثلا میخوام قرمز باشه، خط دورش هم نمیخوام، برمیدارم میرم توی ادیت فیل و شروع میکنم به تیره کردن یه مقداری قرمز تیره تر رو انتخاب کردم. خوبه. خب حالا میخوام بیام شروع کنم به گذاشتن دقیقاً سیکشن های مشم. ابزار مش فیل رو که انتخاب میکنید ببینید شروع میکنه به تقسیم بندی کردن روی آبجکت. این تقسیم بندی ببینید، اجازه بدید من برای اینکه شما بهتر این رو ببینید قبل از اینکه رنگش بکنم مش رو بذارم. ببینید این تقسیم بندی به صورت پیش‌فرض در میاد بسته به دقیق گره هایی که دور تا دور آبجکتتون وجود داره
اینا ممکنه بعضی جاهاشون منحنی بشه، بعضی جاهاشون شکستگی داشته باشه و شمایید که باید اینا رو یه مقداری خوشگلتر مدیریت بکنید و تو جاهای مناسب بذاریدش. اینجا میخوام یک در حقیقت تقسیم بندی دیگه داشته باشم. دابل کلیک میکنم و شروع میکنم میبینید به تمیز کردن و گرد کردنش. نمیخوام شکستگی داشته باشه و یه دونم اینجا میخوام و باز این رو هم شروع میکنم به تمیز گرد کردن. ببینید این شکستی که اینجا انجام شد موقعی رنگ کردن باعث میشه که انگار که مثلا یه تورفتگی رو به شما نشون بده و من چون اینو دارم جای سیب درست میکنم خب نمیخوام اون تورفتگی باشه، ولی مثلا اگه یه فلفل دلمه‌ای بود چرا قشنگ میشد و اون رو میخواستم. خب این فرم کلی رو من در آوردم، حالا بریم سراغ رنگ کردن. اون رنگ قرمز تیره ای رو که ساخته بودم رو بهش میدم و حالا میرم سراغ کارهای دیگه. ببینید مثلا این قسمت پایینش رو در نظر بگیرید. خب این قسمت پایین جایی که خب کمتر نور بهش تابیده، یه خوده حالت باریکتر داره زیر آبجکت منه، پس یه مقداری میام اونجا رو تیره تر میکنم. مثلا از همون خانواده رنگ من میام یه رنگ تیره تر رو بر میدارم. خب حالا مثلا توی این قسمت تصور بکنیم که میخوام بگم منبع نور من مثلا این بره تابیده و اینجا میخوام یه خود حجم جلوتر و بولدتری داشته باشه. نگاه کنم میام از همون خانواده رنگ حالا مثلا روشنترش رو انتخاب میکنم. ولی دقت بکنید این آروم آروم این رنگ ها باید به هم تبدیل شه. پس من میام یه خود بازیمو با سلیقه تر میکنم. مثلا اینجاها رو یه ذره قرمزش رو اینجوری روشنتر میکنم. مثلا این ورش یه مقداری باز تاریکتر از این ور باشه. حالا میام مثلا اینجا رو حالا از همون قرمز باز یه تونالیته روشنترش رو در نظر میگیرم. یه دونه گره اینجا میسازم. و از همون قرمز باز اینجا هم میدم. و حالا اینجا رو میام یه رنگ سفید بهش میدازم که دیگه این منبع اصلی نورم. ببینید به همین سادگی و به همین خوشگلی، ببین فقط کافیه که این مقداری سلیقه داشته باشید و حوصله، شما میتونید شروع بکنید به اینکه آبجکتی رو که رسم کردید بهش حجم و بعد بدید. وقتی قشنگ‌تر ببینیدش که دیگه خط دور نداشته باشه. من این خط دور رو بهش داده بودم واسه اینکه اولش هیچ رنگی نداشت و بتونم میده دیدی ازش داشته باشم. حالا این چوبه رو مثلا دیگه حالا میام یه رنگ قهوه‌ای بهش میدم، خط دور نمیخوام، شیفت پیج دان میبرمش پشت. برگ رو میایم بهش رنگ میدیم. البته دقت بکنیم ما به این برگ هم میتونیم از همون تکنیک با مش بهش رنگ بدیم. یه مش هم به این بدیم ببینیم چطور میشه. خب من میخوام به این وسطش یه مقداری تیره تر بشه که انگار مثلا یه حالت وی شکل بهش بدم. میام با نگه داشتن شیفت این ستا رو انتخاب میکنم و یک رنگ تیره تر از همون خانواده رو بهش میدم. میبینی؟ به نظرم خیلی الان البته کار کردم با مش دیگه خود حوصله‌ام میخواد که امیدوارم شماها داشته باشید این حوصله رو که این خود کار تمیزتر و
قشنگتر در بیاد. اینایی که سبز تیره شد خب قشنگتره که روی این خط باشند، چون اینجا خط مرکزی رگبرگمون. حالا بازی کنید باش. مثلا نصفش یه رنگ بشه، نصفش یه رنگ بشه. یه برگ خاص رو مثلا واسش در نظر بگیرید. این رنگ برگ وسطش رو هم که حالا میتونید باز با یه رنگ سبز خاص‌تر، تیره‌تر بسازید و ازش لذت. اوکی. به همین خوشگلی میتونید شروع بکنید به ساختن آبجکت هایی که حجم دارن و این حجم رو با کنار هم قرار دادن این رنگ ها توسط ابزار قدرتمند مش فیل به جلوه در بیاد و ازش لذت. خب این از ابزار مش. خب میدونم که میتونید تمیزتر کار بکنید. من حالا به خاطر زیغ زمان و وقتم خب یه مقداری سریعتر گفتم و کار رو جمع کردم. بریم سراغ ابزار بعدی اگر موافق باشید. گاهی اتفاق میفته من میخوام رسمی رو انجام بدم که خیلی پیچیده است، درست کردن اون حجم یا اون رسمم با یک آبجکت و حرکت دادن گره ها خیلی سخت و پیچیده میشه. خب اینجا ما میاییم یه کاری میکنیم، ما میاییم با خطوط باز به صورت متقاطع اون چیزی که میخوایم رو در میاریم. یعنی چی؟ مثلا فرض بفرمایید همین دایره‌ای که حالا امروز باش کار کردیم، من میخوام اینجاش یه رنگ بشه، اینجا یه رنگ بشه، اینجا یه رنگ، اینجا یه رنگ و تیکه 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 همین خودش به صورت تخت هر کدومش یه رنگ داشته باشه. خب حالا به جای اینکه بیام هی بشکنمش بعد گره‌ها رو به هم وصل بکنم یا داستانایی که میتونه اذیتمون بکنه، من اینجا یک ابزاری دارم به نام چی؟ اسمارت فیل. میام از اسمارت فیل استفاده میکنم. ولی شرط استفاده از اسمارت فیل چیه؟ ببینید من شرطم که باید رعایت بشه اینه که اگر اینجا شما یه خط داشته باشی، خط بعدی باید تقاطعی رو باش ایجاد کرده و از تقاطع خطوط یک فضای بسته مهیا شده باشه. حالا اتفاق خوب اینجا اینه که با اسمارت فیل که میای روی این فضای بسته کلیک میکنی، با اینکه این خطوط همه جدا از همن، با اینکه این گره ها همشون بازه، ولی چون یک محدوده بسته رو از تقاطع خودشون به وجود آوردن، اسمارت فیل میاد فکر میکنه که آقا تو میخوای اینجا رو به عنوان یک آبجکت جدید داشته باشی، فقط کافیه روی اون فضایی بسته با اسمارت فیل یک کلیک بکنی و اتوماتیک خودش یک آبجکت به شکل و قالب اون فضایی بسته ایجاد میکنه و به طور پیش‌فرضم با یه همچین رنگی رنگش میکنه که روی بعدن شما میتونید این رو هر جوری که میخوای بسازیش. حالا بیا فرض کن ما این دایره رو داریم، یا بذارید یه کار قشنگتر بکنیم. من کاغذم رو اینوری کنم. خب میام با خطوط با بی اس پی لاین منحنی هایی رو اینجوری ایجاد میکنم. ببینی میخوام منحنیاتون باز باشه، منحنیاشم میخوام
هیچ کدوم شکل همدیگه اصلا نباشه. یکیش ریزتر، یکیش درشتر. حالا مثلا ببینید ما اینجا چند تا خط داریم که همه بازن. حالا اتفاق دیگه اینه که من میام مثلا با یه مستطیل یا با یه خط دیگه، هیچ اصلا مهم نیست، یک فضای بسته رو اینجا مهیا میکنم. حالا واسه اینکه دقیق باشه اینو میکنمش 210 میلیمتر با الاین میگم وسط کادر و پایین قرار بگیره. ببینید دقیقا این تقاطع‌ها رو الان من دارم، میام با ابزار اسمارت فیل کلیک میکنم و هر کدومش رو میبینید جداگونه برام ساخت. این خطا رو دیگه نیاز ندارم. بذارید اینم بکنیمش 297 میلیمتر. خب حالا من میخوام هر کدوم اینها رو جداگونه رنگش کنم. بیاین از مثلا فانکشن ها استفاده بکنیم. موافقید؟ یه دونش اینجوری میسازم. مثلا اینجوری خوبه. مثلا یه ذره روشن‌تر خوبه. بقیهش رو انتخاب میکنم و میگم کپیش شکل. خطای دورش دیگه نمیخوام دوستان من، برمیدارم. ببینید انگار که یک کار چند لایه رو به همین راحتی برای خودتون ساختید. اوکیه. حالا مثلا این میتونه آسمان شما باشه، میتونید حالا مثلا یک خورشید رسم بکنیم. از این یه دونه با به علاوه کپی میگیرم، با دیستورت یه فرم اینجوری بهش میدم، با به علاوه دوباره کپی میگیرم، 45 درجه میچرخونمش به مرکز، یه کوچولو کوچیکش میکنم، همشو با هم ولد میکنم، خط دورشو برمیدارم. مثلا اینم چیزی شبیه مثلا خورشید برای خودم درست کردم. خب عزیزان به خاطر زیغ وقت دیگه نمیتونم بیشتر از این روی این کار بکنم، بقیهش رو میسپارم به سلیقه و خلاقیت های خوشگل و زیبای شما. امیدوارم که جلسه امروز هم براتون مفید بوده باشه. ما جلسه آینده ابزارهای کمکی رو داریم، زیر مجموعه ابزار شیپ تول، که اینا رو در موردش بحث خواهیم کرد. سعی میکنیم چند تا کار ساده باهاشون انجام بدیم. ابزارهای مهمی هم. لطفاً تمرین بکنید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. تهیه شده در گروه تلویزیونی جم. جم آکادمی تقدیم می‌کند. کمپینی جدید برای بهتر دیده شدن. اگر توانایی تولید برنامه‌های آموزشی را دارید، همچنین در این زمینه سابقه دارید و نیاز به دیده شدن برنامه‌ها از یک شبکه تلویزیونی دارید، با ما از طریق شماره‌های زیر در ارتباط باشید.